سلام عرض ادب خدمت همه مخاطبان عزیز فوتبال 360 اینجوری فکر نکنید که مسابقات آسیایی فقط برای باشگاه های آقایونمونه و لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان داره نه اینطور نیست ما به زودی شاهد برگزاری اولین دوره لیگ قهرمانان آسیا برای زنان هم هستیم و ما نماینده داریم چه نماینده‌ای باشگاه خاتون بم در این مسابقات حاضر خواهد بود همین چند وقت پیش فکر کنم بازی‌های مقدماتیش رو هم دیدید که در بوتان موفق شدن دو تا بازیشون رو ببرن و بررسیم به مرحله اصلی و الان دم پروازشونه لحظه آخری سه تا از بچه های تیم خاتون رو جمع کردیم دوره هم به نمایندگی از کل تیم تا با هم دیگه صحبت کنیم راجع به وضعیتشون وضعیت تیمشون اینکه قراره برن چیکار کنن ایشاله که بهتر از تیم آقایین هم نتیجه بگیرن و بهتر کنن دیگه بیشتر از این معطلتون نمیذارم این شما و این هم سه تا بازیکن درجه که خاتون بم به ترتیب از چپ به راست سرشین کمانگر سوال کرمشاهی و مونا حمودی با سن بخوایم شروع کنیم باید با کی شروع کنیم با خانم حمودی چه <خندي ترخی> خنده تلخی <خن> سلام والا سلام که هنوز جوونی اون آره جایی که سوها باشه به نظرم آره دیگه دیگه خیلی کوچولوئه من شما رو نمیدونم ولی واقعا خیلی هرسم میگیره یه 17 18 ساله میبینم تو جمعمون شما هم اینطوری هستید خب سلام و عرض عدب. <applause> آره دیگه ما چون ما هم سنی نداریم ولی خب وقتی 17 18 سال رو میبینیم ناامید میشیم دوازده 12 سال بیشتر از تو احتمالا دقیقاً زمان داره یعنی قشنگ دو برابر و همیشه آدم دوست داره تو یه جمعی هستش حالا من خودم اینجوری هم خیلی وقتا تو ذهن خودم دوست دارم آدم کوچیکه باشم چون احتمالا بیشتر زمان دارم بیشتر فرصت دارم واسه آزمون و خطا ولی کم کم یه ذره سنت میره بالاتر آدمایی رو میبینی تو جمع که از تو کوچیکترن و یه حس ای اینجوری داری الان ما همین حسی داریم سو هم داره البته خب یه جاهایی بزرگ بودن قشنگه آره. یه جاهایی هم خب کوچیک بودن قشنگ حالا نوبتی هم باشه نوبت خود سواست سلام خدمت شما خیلی خوشحالم که اومدم باهاتون مصاحبه کنم و اینکه نه من همیشه اونی بودم که دوست داشتم بزرگ باشم چون همیشه کچولو تر از همه بودم تو اون سن اینطوریه آره ای این چند سال دوست داشتم که همه جا گفتن سوا کوچولوه بچه تر از همه همیشه دوست داشتم از همه بزرگتر باشم حتی این و اینکه بله همین خب بذار همین الان تکلیف مشخص کنیم تو متولد 1386 یعنی 17 سال بله 17 بهمن میشه 17 بهمن تازه میشه 17 یعنی لامینه یامالی هستی واسه خودت ملون. آفره. خب بچه ها اول اینکه از این کیت خوشگلتون شروع کنیم چه مراسم رونمایی خفنی داشتید فراتر از فوتبال ایران و فوتبال زنانمون بود خیلی خفن بود توی لوکیشن جذاب لباس های خوشگل با نماد قشنگ ارگبم راجع به این کیتتون صحبت کنید فکر کنم خیلی فیدبک مثبت به سمتتون اومده بله خب فکر کنم اولین بار بود که این اتفاق افتاد توی ورزش بانوان حالا نه تنها فوتبال تمام رشته ها. و فکر میکنم که اون ارگ قدیم خیلی کارو جذاب تر کرد خیلی کارو قشنگ تر کرد ولی بله خب لباس ما هم که هر سال قشنگه و امسال قشنگ تر از هر سال آره نظر خودت چیه سوات تو بگو من کلا تو این کیته ارگ از همه چی بیشتر دوستان یعنی هر وقت بحث کیت ما میشه اولین چیزی که تو ذهنم میاد ارگ و این کیت که از این ارگ الهام گرفته به نظرم جالب تر از همه چیه مرا آره امسال خیلی بحالتر شد کلا از یعنی از قبلم بهتر شدن یعنی سالهای قبل امسال خیلی شیکتر مجلسه تر شده ما برای برد تو زمین میریم the strength and متاسفانه ما هنوز زیاد از نظر دیتابیس تو فوتبال زنان خوب نشده شرایطمون و خیلیاتون رو ما حالا اونایی که مسابقات فوتبال زنان رو دنبال میکنن کامل میشناسن اما شاید خیلی از مردم هم درست درمون اونجوری که باید شاید به شما آشنایی ندارن ازتون میخوام یه بیوگرافی از خودتون بدید و بگید چه جوری هستید دو تاتون اسماتون خیلی عجیب غریبه یعنی من اذیت شدم برای اینکه بفهمم معنی اسمتون چیه و برای یکیتون واقعا به نتیجه نرسیدم حالا مناخانو اسمش مشخصه دیگه هر کیم نشینده بود سریال قهوه تل خود دیده باشه برزو از من راجع مونا صحبت کرده ولی شما دو تا نه سرشی خانم یه بیوگرافی داشته باش بله حتما من... معنی اسمت چیه راست شو بخوای من گوگل کردم خود گوگل گفت منظورت سرنشینه منظورت سرشیره خود, خود گوگلم گوگل هم نمیدونه خب من سرچین کمانگر هستم متولد 1373 از شهرستان کامیاران استان کردستان معنی اسمم چیزی که گفتن طبیعت بکره ولی تو گوگل که میزنی نمیاره گوگل هم میگه که من هم آره. نمیدونم یعنی بابا زده 120 اسم کردی بعد میری داخلش همه هستن کجال هست هیوا هست بله همه هستن ولی بله. بله. زرشین زرشین نیست بله. نمیدونم حالا کی این اسمو گذاشته ولی یعنی طبیعت بکر 15 ساله که توی لیگ برتر حضور دارم و انشالله با این فصل هفتمین قهرمانی رو کسب میکنیم ایشالا ب... کلن هم بچه خاتون همتون همینطوری هستید توی تک تک صحبتاتون کری میخونید یعنی بهتون میگیم سلام میگی سلام با ساقه این قهرمانی حالا چطوری چه, خب. چه خبر خدایی بهمون میاد دیگه کری میخونید واقعا بهتون میاد ولی من اگه جای شما بودم شده اگه بهمون نمی واقعا نمی چون حس میکنم یه کارما میگیردتون و ده سال یه بدونه کارما هم سمت ماه با ماه معنی اسم تو میدونم برای تو معنیش بود ولی خودم میخوام بدونم که اول در جریان هستی یا نه آره اسم من اسم ستاره است ستاره کوچکه آره. طرف های دو بک بره آره آره اینی که بهم گفتن همینه خودم تاره هم اسم خودم رو نشنم خیلی دوست دارم یه بار ببینم هم اسم خودم ولی خب اسمای خاص آدم های خاص حال آه یعنی خاصی غیر مستقیم میگی مونا آدم خاصی نیست نه مونا که خودش میدونه چقدر خاصه ولی خب میگم واقعا اسمای مادتا خیلی خاصه و خیلی قشنگی خب سوال از خودت هم بگو تو شما جفتتون دفاعی داره؟ بله شما دفاع وسط وسطی؟ من دفاع وسط هم، سوها هم چپ راست وسط او از این دفاع همه کار جان اوشه و اینا؟ خب سوها خودت بیشتر بگو من سوها کرمشایی هستم، متولد 1186 از شهرستان بمستان کرمان خودم کرمان به دنیا آمدم ولی بم بزرگ شدم یه نکته ای راجع به سوها وجود داره و اونم اینه که ایشون دختر مرزی خانم جعفری. حالا میایم راجبش صحبت میکنیم ولی فعلا خواستم گوشه ذهنتون داشته باشید اگه میبینید این دو نفری که کنارش هستن یه بیشتر از اون چیزی که باید هواشو دارن بدونید به خاطر خود سوهاشر نباشید خودش بیشتر هوای ما رو داره سوا خب مونا خانم شما بگو شما میگن اصلا میگن که شما خودمونم دیدیم تکنیکی عجیب غریب بازیکن بردار زن بازی های بزرگی و اینو بارها نشون دادی خودت تمیز از خودت بیشتر بگو خب من مونا حمودی هستم متولد 1372 بچه اهوازم خوزستانی هم اه. 11 سال واسه تیم خاتون دارم بازی میکنم یه سالم هم واسه دلوار کشتی بوشهر بازی کردم هفت سالم هم فوتسال بودم یعنی اول فوتسال بودی بعد, اومد بعد فوتسال. اومدم تو فوتسال بعد, بعد, بعد اینکه ده... این سوالی که احتمالاً شاید ازتون پرسیده باشم با علی حمودی نسبتی داری یا نه آره فامیلمونه آره نزدیک فامیل نزدیک شد بله نزدیکمونه خواهرش هم فوتسال بازی میکرد با هم کلن پس آره. فوتبالی البته کلن و منطقه میتلبه دیگه بچه سوالی که از همه به صورت مشترک خواهم پرسید از مونا شروع میکنم خب میدونم مخصوصا من تو منطقه شما واسه دختر بخواد توی رشته ورزشی فعالیت داشته باشه مستقل بشه یه ذره سخته یه ذره باید تلاش بیشتری رو انجام بده مقاومت بیشتری داشته باشه چی شد که فوتبالیست شدی چی شد که اومدی سمت ورزش حالا من... چیزی که فعلا متوجه شدم اول فوتسال بودی بله من کلا تو مدرسه بودم از مدرسه کلا مدیر مدرسهمون بیشتر یعنی تشویقم کرد خودش معرفی کرد من رفتم فوتسال و اینا دیگه از فوتسال دیگه شد فوتبال اینجوری شد برام دیگه کم کم دیگه الان که برای تیم خاطر بم دارم فوتبال بازی میکنم بعد اینکه خانواده دوستا آشناها اینا واکنششون برخوردشون چی بود که مونا میخواد بره سمت فوتبال حالا تو گفتی علی حمودی رو شما داشتید خواهر علی حمودی بود یعنی جوری نبود که تو اولی نفر بخوای باشی ولی بازم بله. ممکنه خانواده موافق نباشم میخوام بدونم واکنش خانواده نه خانواده واقعا حمایت هم میکردن بله پدر و مادرم خیلی پشتم بودم داداشم خواهرم همیشه منو تشویق میکردن و اینکه پشیمون نیستی از اینکه از فوتسال اومدی سمت فوتبال؟ نه نه چون فوتسال الان تیم اول آسیا و فلان فوتسال کلا دوست داشتم من همیشه میگم یه روز اگه میخوام از فوتبال خداحافظی کنم قطعا یه سالی فوتسال میخوام بازی کنم همه بازیکن ها میگن ما بر میگریم تیم اولمون تو موقعی به رشته اولت برگردی آره من همیشه دوست دارم فوتسالو ماجرا سوهای ها متفاوته دیگه تو مادرت از سن خودت مربیگری رو تقریبا شروع کرده بود یعنی واقعا موجود عجیب و غریبی مادرت مرزی جعفری ایشالا هر جاست حالش خوب باشه و موفق باشد موافق بود با فوتبالیست شدن تو یا نه چون ما دیدیم خیلی از اونایی که درگیر فوتبال هستن بهشون میگیم دوست دارین بچه هم بیاد فوتبال خیلی هاشون میگن نه ما دوست نداریم با کنش مامان تو چی بود؟ مامان من خیلی دوست داره یعنی این بازی کردن هم بیشتر از سوی مامانمه از سمت مامانمه خیلی دوست داره یعنی از بچه هم بپرسین میگن خیلی 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 علاقه داره و اینکه خب منم از بچه یعنی از وقتی که به دنیا آمدم همشون رو یعنی هم سرشین هم مونا حالا هر کس دیگه که بود همشون دور و برم یه جوری من بین اینا بزرگ شدم و این زندگی متفاوت و ناراحت انگار سر خیلی من, بدون من ما بودیم خب ما میاند. بودیم واقعا <applause> یادم خیلی کوچولو بود این بود همش هم گریه میکرد <applause> من خب, میکرد. خب نه کوچولو بودم خیلی یعنی به سمت بچه ها نبودم این میرفتم میومدم ولی خب خیلی حال نمیکردی آره دوست نداشتم خیلی خب ما خب باش خلی پس اینجوری نگو دیگه نه منظورم اینه که خب خیلی تو جو بچه ها نبودم آره دیگه فاصله سنی آره میون شما همیشه با هم دیگه فاصله سنی زیاده آره بچه های خورده میان سال هستن ولی اینکه که منم از بچه ایم بچه ها رو دیدم ولی از یه سنی دیگه خیلی زیاد شد نزدیک شدن من بچه من الان از همه پرسین بهترین رفیق و دوست من سرشین کمانگره با اینکه این همه فاصله سنی داریم ولی این همه این همه این نه ولی خب همه همسن ساله من دوست و رفیقاشون همسن سال خودشون دیگه این طبیعه که سرشین این همه از من بزرگتر باشه و این همه من باهاش دوست باشه ولی خب از یه سنی شروع شد و, من واقعا این زندگی متفاوت رو خیلی دوست دارم یعنی میتونم بگم که از همه اینا متفاوت تر زندگی من بوده و من خیلی دوست این فاکتور مثبت زندگی تو بوده که خب مادرت یه مسیر رو برای تو هموار کرده یه سری تجربیاتی داره کاملا ساپورت میکنه تو رو ولی از اون طرف هم ما دیدیم خیلی است بازیکن به واسطه اینکه حالا پدر مادرشون توی رشته ورزشی آدم‌های سردمداری هستن اون بچه کارش خیلی سخت میشه برای اینکه خودشون بتونه از زیر اسم اون پدر مادر بکشه بیرون و یه خودی نشون بده خیلی از بازیکن رو ما دیدیم تو فوتبال مردمون محمد پروین رو بگیر تا حالا برسی به خیلی دیگه آدم که پدر مادرشون معروف بودن و خودشون نتونستن از زیر اسم و سایه اون پدر مادر خارج بشن تو این نگرانی رو نداری چرا بیشتر نگرانی من همینه یعنی کلا هر جا من میرم مثلا اولین چیزی که به من میگن شما دختر خانم جعفری هستین شما فلان شما بعد میپرسن از من که میخواین راه ادامه بدی یا نه سخت خیلی سخته خب بیشتر از من از مامان سوال میپرسن ولی خب تو این راه من مامانم خیلی بیشتر از همه بهم هم کمک میکنه یعنی بیشتر از اینکه مامانم باشه خیلی رفیق منه میشینه ساعتها با هم در مورد این حرف میزنه یا روزایی من میگم مثلا نمیخوام ادامه بدم راه تو رو چون خیلی به من سخت میگن همه از من توقع دارن که مثل تو یه آدم قوی باشم و من شاید نتونم این آدمه باشم ولی خب خیلی به من میگن ولی مامانم خیلی توی این موضوع به من کمک میکنه یعنی فاکتور مثبت این قضیه هم مامانمه آره واقعا خیلی ازش برمیاد که بتونه توی مواقع سخت با آرامشی که داره به اون صبری که همیشه ازش دیدیم بتونه شرایط رو آروم کنه سرشن خانم شما چی شما هم از گذشته بگو و اینکه چی شد سمت فوتبال اومدی و کمک دیدی مثل سوها مثل مونا یا اینکه نه باید از این سری چیزا عبور میکردی و تلاش میکردی و میجنگیدی واسه رسیدن بهش من خب همه فوتبالیا فکر میکنم یه تایمی داشتن که تو کوچه بازی کردن من از تو کوچه شروع کردم تو کوچه فوتبال بازی میکردم با پسرا بعد یه تایمی شد که خواهر من تفریحی فوتسال بازی میکردن تو شهرمون بعد من چون تو مدرسه عاشق زنگ ورزش بودم یعنی اصلا یه چیز عجیب غریب همه ورزش ها رو دوست داشتم همه رشته ها رو دوست داشتم بعد من رفتم بسکتبال دوست نشتم بسکتبال رو رفتم والیبال والیبال رو دوست نشتم خواهرم تفریحی فوتسال میرفتن یه بار باشونم اینجوری رفتم سر تمرین اونجا بازی کردم مربی خیلی خوشش اومد از بازی من خیلی, با... خیلی هم بچه بودم فکر کنم که ده یازده سالم بود بعد خیلی بچه بودم یکی دو سال اونجا ادامه دادم بعد مسابقات بین مدارس و اینا شد اه... که گفتن انتخابی تیم ملی اون موقع اینجوری نبود که ما از فوتبال بریم تیم ملی فوتبال اون موقع تا این بود که از فوتسال می‌رفتیم تیم ملی فوتبال خیلی اینطوری بود بله. بعد مسابقات بین مدارس شد فکر می کنم 12 سالم بود خانوم وقاری برای انتخابی تیم ملی اومده بودن همونجا دعوت شدم تیم ملی و تیم ملی نو حالان و همین شد که وارد فوتبال شدم خب من توی مثل مونا اتفاقا توی شهری بودم کامیاران خب شهر کوچیکیه و توی استانی بودم که فوتبال برای خانوم ها اصلا جا نیافتاده بود یعنی همین الانش هم خیلی جاها میری واقعا هست فوتبال برای خانوم ها و اینکه برای من خیلی کار سخت تر بود ولی خب خانواده ای داشتم که همه جوره پشت من بودن و اینکه پدر من تمام بچه تر که بودم خب نمیشد با اتوبوس اینا برم اردو تمام اردو رو با ماشین شخصی من این بردن اردو دوباره باز می اومدن بعد اردو دنبال من و فکر می کنم که اگه نبودن من الان اینجا نبودم میام سراغ خاتون بیشتر صحبت کنیم انقدر بله. پوزشو میدید بقیه که میگن دوپینگ میکنید نمیدونم داوری باهاتونه بازیکن غیرمجاز دارید خب یه سال دو سال چند سال آره سال دقیقا میخواستم می همین رو بگم خب اگه برای تیمی این شرایط باشه قطعا ده سال یا سال قهرمان نمیشه نهایت میگن دو سال این شرایط رو بهش میدیم داوری رو بهش میدیم بچه هاشون یه سال دو سال دوپینگ میکنن میان بالا ولی نه ما چندین سال قهرمان لیگ برتریم و فکر میکنم که همیشه جز بهترین تیمای حتی تایمایی هم که قهرمان نشدیم بهتر از تیم قهرمان بودیم و خب شانس با ما یار نبوده قضیه دوپینگ اینا هم که ما آره دوپینگ می‌کنیم دوپینگ خانم جعفری خانم جعفری خیلی خیلی سختی دارن اینو من پارسال توی یکی از مسابقات با آقای گفتم ما خانم جعفری بازی رو برای ما آسون میکنه واقعا تمرینای خیلی سختی داریم و اصلا تو کار شوخی ندارن اصلا یعنی اینجوریه که من اگه باهاشم خیلی سمیم رفیق خوبش باشم رفیق سمیش باشم تو کار با من قشنگ اینجوریه که اصلا من تو رو نمیشناسم و خیلی جدیان ما تمریناتمون انقدر خوبه که بازی برای ما آسون میشه مثلا جی پی اس هامون تو بازی اگه میاد مثلا دفاع وسط سرش 11 کیلومتر دویده ما هر روز توی تمرینات خام جفری 9 کیلومتر رو داریم و این خب قطعا کارو برای ما آسون میکنه و این حرف و حدیث ها هم به تیم ما قطعا نمیچسبه و سوایت وضعیت که توی تیم شما هستش خیلی یک دل تیمه حالا فکر میکنم ماجرای تلخی که برای ملیکا محمدی هم سال پیش رخ داد این اتحاد شما رو بیشتر کرد من یادم یه سری بازی‌ها شما هم مسابقات داخلی هم آسیایی آنفلانزا زد به تیمتون یعنی ما رو نیمکت هم کسی رو نمیدیدیم هر سال بود ده. تو زمین حضور داشت یعنی فکر میکنم این شما رو فراتر از یک تیم کرد این حمایت این صمیمیتی که تو تیم برقرار بود راجع به این قضیه هم صحبت کن تو فکر کنم به معنی 1080 قشنگ میتونی جواب مخالفای تیمتون رو بدی یه دیس سنگین بهشون تحویل بدی خب نه من از مامانم حرف زدن یاد میگیرم معمولا سکوت برای آدم که من حفظ... مامان حرف خودت میکشی سمت مامان تا ببین من نگفتم خب نه من چون که خب نزدیک ترین آدم به زندگی مامانم قطعا منم دیگه من که این چند سال کنارش بودم واقعا درک نمیکردم مثلا بچه از تمرین میمدن وای تمرین خانم خیلی سخت بوده امروز دیگه پاهمون درد میکنه فلان خب من باشون تمرین نمی میگفتم می وای اینا چقدر چیکار میکنن مگه مگه چقدر تمرین ها سخته یه ذره میدونن بعد میان میرن دیگه تا اینکه چند وقتی که باشون تمرین میکنم واقعا به معنای واقعی نفسمون دیگه در نمیاد یعنی عجیب غریب این قضیه اینقدر سنگینه بعد همیشه به مامانم هم میگم مامان چرا اینقدر تمرین بابا 20 روز وقت داریم چرا اینجوری میکنی همیشه برای این باور که من اگه تو تمرین مگه تو تمرین دو دقیقه استراحت میکنی مگه مثلا میره آب بخوری میگی من دو دقیقه استراحت کنم به داور تو سی ثانیه وقت داری آب بخوری برگری تو زمین حتی برای آب خوردن سرچین حالا میدونه میگه سی ثانیه دیگه سر تمرین باشین یعنی ما حتی برای آب خوردن باید بدویم همه چیز تو شرایط بازی, همه تو شرایط بازی. یعنی بزن. اصلا این نیست که بگی حالا پنج دقیقه استراحت دو دقیقه آب بخورین دو دقیقه کشش بزنین میگه نه تو, تمن... تو بازی مگه شما این کارا رو میکنین قشنگ شرایط بازیه خیلی ذهنیت جالبی دارن مثلا ما میگیم خانم یه دقیقه ثبت کنین میریم آب میخوریم میایم حداقل ندویم میگه خب تو تو بازی مگه به داور میگی مثلا به بازی میگه یه دقیقه سب کن من برم آب بخورم همه چی رو تو شرایط بازی میذارن خیلی جالبه ما خانم شما توی دور قبلی تیمتون نمایش خوبی داشتید رفتید بوتان اولی که من شنیدم خیلی بوتان رو دوست داشتید <تصفح> بله بله جای باحالی بوده چون کمتر اتفاقی به نظرم ازش برمیاتی بخویم راجع به بوتان صحبت کنیم از بوتان برام بگو بوتان, <تصفح> بوتان؟ آره خیلی شهر خوبی بود اصلا اولین بار که من رفتم برای بازی های کلا هم واسه تیم ملی ها واسه باشگاه آسیایی اولین جایی که رفتم دوست داشتم یعنی بر نگردم ایران تا این حد در این حد آره. این حد نمیدادی و الان توضیح ندی که چرا همه میگن خب این همه کشور بود نظر من ترشیم بگه خیلی بهتره <applause> تو کشوری بود بوتان اول <applause> <بر> اینکه <جایی تصفيق> ما تایمی که قرمون خب اینجوری شد که بریم بوتان ما هیچ چیزی از بوتان نشینده بودیم فقط یه آبگرم کن از بوتان <applause> شنیده بودیم و اینکه خب رفتیم اونجا خیلی خفن بود آب و هوای خیلی خوبی داشت مردم خیلی خوبی داشتن مگه شرژی اینو اتفاقا به ما گفتن قبلش که شرجیه ولی اصلا شرجی نبود هوا خنک این تایمی جل. که خب ما توی بم تمیم کردیم یا همون تو شهر کرد زدیم خیلی تایم گرمی بود دیگه رفتیم اونجا هوا خوب بارون آب و هوا بی‌نظیر مردم خیلی خوبی داشتن و اینکه که دوازه سیزده بخشی روز بخشید میانو حرفتون داریم سواد میکنم کنم دوازه سیزده روز یاد بگیم دوازه سیزده <بزفرن> <تصفح> روز واقعا لذت بردیم بله خب سواد بله خب من اولی که چی داشتی میگفتی به خانم؟ داشتم میگفتم کشور بوتان کشور بوتان نه شهر بوتان آمادم بگم بعد گفتم مستقیم به خودت نگم بذار غیر مستقیم از سرشین پرسیدم گفتم از کشور بوتان بمون اون بازم نفهمیده شما غیر مستقیم هم مستقیم بگم یکم با مانا باید مستقیم باشیم راحت بشیم نیا کن چند سال هست کچیک داره؟ آخه کلا من چون عربم هم یکم خیلی آدمم خجولی هستم خدایی ولی تو کشورم. به عربی الان یه بگو چرا سرچ کنه چی بهش گفتی نمیدونم چی بگم واقعا خیلی وزه شما خیلی میخوایی میونه ما رو خراب کنیم شما خیلی میخوایی میونه ما رو خراب کنی بچه ما من خیلی دفتیم نه نه میخوایی میونه رو خراب کنم خراب کنیم اگه تو تیمتون هست احساس ناامنی نمی کنید که آنتن باشه بخواد چیزایی که شما میگید رو در صمیمیت بره به نه اینجوری نیست نه نه چشمک نزن نه واقعا نه اونجوری که چپ چپ داره نگاهش میکنه معلوم نه, نه داره داره این هر چی هست رو زبونشه واقعا مثلا ساجان هر چی رو اتفاقا دقیقا راست میگه مثلا تا که آره. بد نتیجه میگیریم همون رو به جای خانم میشوره آره. همونجا تو زمین بعد بازی قشنگ رک میگه بد بودی مثلا بالاخره مامان در میاد دیگه آره خب آدمی که جلوی روی شما اینجوری است قطعا پشت سرتونم چیزایی که میگید رو میره ماما میگه دیگه میگه مثلا مونا خانم زیاد راضی نیست خوب تمرین نمیکنه ماما به نظرم نیازه که استراحتی بکنه اون سرشین تحویلم نگرفته یکی من باشد. باشم که تمرین خوبی نکنم ولی این کارو ممکن انجام بده دیگه نه 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 اینجوری نه نیست واقعا خودت خزی... نمیگیری از بقیه که نه کله بیت نگاه سنگینی داشته سعی کردم با بچه قبل از اینکه فکر کنن من دختر مربیشونم سعی کردم فکر کنن من دوستشونم اتفاقا خیلی جاها که ما سعی مثلا سعی کردی ولی نتونستی شد. چیزی رو نمیتونیم به خانوم بگیم به سوها میگیم که بهشون بگه آه. شما نمیتونین میونه هیچ شما که نه خودم بیاد رو زمین کسی نمیتونه میونه ما رو خراب دم کنه دمت کم کاملا مشخص خارج از شوخی که چقدر مثبتی و حواست هست که آنتن نباشی بله بچه‌ها <تصفح> <تصفح> اینا خانواده ای این هم اصلا... نگاه نمیکردی به خدا زیرا به تو نمی <تصفح> 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 نه واقعا سرشین خب کلن که راجع به سرشین من چیزی بگم سرشین حالا من همه بچه ها رو خیلی دوست دارم از مونا گرفته تا هر کسی که فکر کنی سرشین یه آدم دیگه جدا از این بچه ها برای منه یعنی اینا همه خانواده ای من هستن ولی سرشین آدم خیلی خیلی نزدیک به منه یعنی هر, هر وقت هر مشکلی برام پیش میاد مامان من میخوام برم پیش سرشین سرشین چون خیلی به هم کمک میکنن. اولا که اخلاقمون خیلی شبیه همه یعنی دو تا بهمنی چیزی که الان چند دقیقه متوجه نشدن دو تا سرش پایینه <تصفح> دو تا بهمنی کاملا لجباز و عصبی و قد و حالا هر چیزی وزه و هر چیزی که فکر کنیم ولی سرشین جدا از هر چیزی واسه من یه دوست خیلی, خیلی 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 خوبه حالا همه ی بچه ها خب خانم سرچین خانم شما جان. سال پیش توی مسابقات آسیایی پنالتی دادی جلو هیوندای بله حواست هست که این دفعه این اتفاق رخ نده از حریفاتون آشنایی دارید چون نسبت به محله قبل کارتون خیلی سخت داره دیگه تیم استرالیایی هستش ملبورن با تیم کایای فیلیپین و تیم بی جی سی تایلند بلد. که میزبان تایلند. هستن آشنایی دارید باشون با حریفاتون آشنایی دارید ما خب سال قبل یه مشکلی که داشتیم با تیمایی که بازی داشتیم ما ذهن برنده نداشتیم و یکم ترسو وارد بازی شدیم نه ترسو از لحاظ تاکتیکی یا ارنج تیمی نه ترسو از لحاظ اینکه فکر کردیم که و اونا خیلی سرتر از ما ان اونا تیمایی ان که استرالیا آره این جوری ان اونجوری ان دقیقا اینجوری فکر میکردیم نه. اگه اینجوری خایم. فکر کردیم واقعا میتونستیم نتیجه بگیریم ما بوتان هم که رفتیم بازی دو تا بازیمون بازی, بازی سختی بودن ولی خدا رو شکر تونستیم که بیایم بالا صعود کنیم این مرحله فعلا بازی اولمون که با ملبورن سیتی رو تا یه جورایی آنالیز کردیم بازیاشونو دیدیم تیم خیلی قدر و خفنیه ولی این دفعه ما میخوایم با ذهن برنده و جدا از این که بگیم حالا استرالیاه نه به اسم نگاه نمی کنیم ما هم میریم ما هم تیم ای خاتون ایرانیم و پر افتخارترین تیم ایران هستیم ریا نشه بعد دیگه می آره نگوهی. میریم که نتیجه بگیریم ولی جالبه که هر سه هم توی کشورشون قهرمان شدن از تیم ملبورن گفتی میدونی باز کن خارجی هم دارن؟ قطعا دارن چون سال قبل داشتن دو سه تا دو تا آمریکایی دارن ونزوئلایی دارن سربستانی دارن گلرشون هم اسپانیاییه و تیم زیر 19 سال اسپانیا بوده از رئال بتیس اومده تیم تیم خوبیه اون دو تعریف دیگه تون حالا تقریبا همه بازیکناشون بومی هن یه لژونر اون تیم تایلندی داره چون هم فکر کنم از میامار و ایناس یعنی فکر میکنم شاید سختترین بازیتون دشوارترین بازیتون همین بازی اوله که البته از جهت هم فکر کنم براتون میتونه نکته و پوان مثبتی باشه چون معمولا تیم قدرتمند تو بازی اول یه ذره تا شرایط بخواد براشون خیلی طبیعی بشه یه ذره با فشار بیشتری بازی میکنن با ممکنه کمکتون بیاد سو خانم تو فکری نظرتون راجع به حریفاتون این فشارا که نباشه بچه ها واقعا خودشون باشن حالا نمیگم نجی میتونن که بازی خوبی ها به نمایش بذارن چون واقعا خیلی 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 پاهنهای مثبت دارن حالا مونا که کنارم نشسته تا سرشین که گرفته واقعا بازی که تو انجام دادن تو بوتان واقعا در حد اون بازی ها بود یعنی واقعا دارم میگم که خیلی 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 بچه های ما اون بازی خوب بودن و الان هم خیلی آمادن به نظرم میتونن بازی خوبی اگر خودشون باشن به نمایش بزنن مورا خانم اتفاقا سوال من همینه ما چه توقعی الان از شما باید داشته باشیم چون ببین من خیلی مخالفم با اینکه میگن خانومای ما صرفا برن شرکت کنن و اینا من نظرم شما باید نسبت به حضور قبلیتون بهتر باشید این توقعی که شما خودتون ایجاد کردید نشون دادید میتونید کارهای بزرگتری انجام بدید من الان چه توقعی باید از تیم خاتون بام داشته باشم ما قطعا این دفعه که میریم واسه این بازی ها با روحیه خوبی میریم چون ما دو تا بازی قبلمون دو بردیم از این گروه اومدیم بالا یعنی قطعا خوب بازی میکن که مثل پارسان نباشه که مثلا بازی اولمون سه تا گل بخوریم اصلا قطعا میریم واسه برد واسه یه بازی خوب اینجوری برای نتیجه خوب بگیریم من خودت توی بوتان تلکوندی دیگه بچه اشتراکی تو بازی گلزنی غد... بود که من که تو خودم که گل میزنم از یعنی از تمام بچه‌هامون تلاش میکنم که من به اونجا که توپه میرسه مثلا گل میزنم واقعا از گلر بگی تا خود فورواردمون یه مشکل بزرگم داری ضعیف کشی یه ویدیویی از حرکات تکنیکی شما و زهرا قنبری توی فضای مجازی تام بوتان وایرال شد رحم نمیکرد. چه کاریه خب وقتی می‌بینی حریفت یه ذره سطحش پایینه بعد حالا شروع کنی بهش لای بزنی ابراهیم تمامی دوباره برگره یه بار دیگه دیره بش کنی من بودم یکی شما بودی خانم زهرا من قنبری یه ب... بود. ای من یه دونه, دونه حرکت یکی گوشه برداشتی بود آره. نه ضعیف نسبت به شما ضعیفتر بودن من میگم چه کاری حالا دریپش کردی رو بزن یا چرا دور من یه جایی دریپش کردم فکر کنم یه لایی زدم بعد کردم شو زدم ولی میری،, میری رو مخ طرف دیگه کلا تو مسابقات داخلی هم همینه یعنی از اون تکنیکه انقدر خوب استفاده میکنی حریفت قشنگ از خب دیگه میگه. دیگه وقتی خودشون نمیتونن توپ ما رو بگیرن دیگه چیکار کنیم دیگه این میگه نیمار به تو میگن نیمار فوتبال زنان ایران درسته خودت هم نیمار رو دوست داری من کلا نیمار رو دوست دارم زیاد مصطوم میشی مثل نیمار من که نه زیاد مصطوم نمیشم ولی مصطومیت دارم ولی خدا شکر مثل نیمار که نیمار زندگی شخصیت مثل نیمار نباشه <تصفح> شنیدم 100 هزار دلارم هم باشگاهتون اومده بابت صعود به دور نهایی چیزی هم گیر شما اومد یا تو همون سطح باشگاهی موند در اتاق مدیریت تو <applause> خب ما که در جریان نبودیم یعنی نمیدونستیم که همچین چیزیه ولی خب این نه این به حساب مه... حسابی که توی اف سی داریم میره یعنی به خود باشگاه نمیان بگن که بیا این پول مال شما بیا ما هم تو خب بالاخره خب که میرسه بله این پاداشو دادن ولی نه به ما پاداشی داده نشده هنوز ندن ولی میدن ولی بقی... میدن گفتن که میدن به اون آم، شده ولی اول بهتون چی نگفته بودن بعد که چرا؟ گفتن... آخه از الان به ما کلا قبل از که هم بریم اگه سود کنیم میدونستیم اینقدر که پول میاد به حساب ما اصلا آره. ما کلا ما کاری به پول نداریم ما همیشه برای باشگاهون بازی میکنیم از ته دل و جون براش بازی میکنیم چیز می بدی نیست که شما با فکر اصلا بس پول, پول نیستش اینجا اصلا چیز بدی نیست که شما به فکر پول باشید هر آدمی شما شغلتون الان در کنار عشق و علاقه که به فوتبال دارین شغلتون هم هست و طبیعتا همچین پولی برای فوتبال زنان و مخصوصا پول قابل ولی پول آدمو مغرور میکنه هیچ وقت نباید شما خیلی چیزا الان مغرورتون کرده همین 10 تا قهرمان ما اصلا کلا واقعا من یکیشون هیچ وقت نمیخونم این چند سال من که قهرمانی دارم بابا، ولی کاری برای هیچ تیمی نخوندم خب چون شما ناراحت بودید که از سوها من زیاد سوال میپرسم سوال سخت رو میپرسم نه سوال سخت از شما دو تا بپرسم خیلی باشه. هستید شما ها؟ من هستم من نیستم شما نیستید بله. خب یه سری گفتگوها داره صورت میگیره در این چند وقت اخیر رسانه ها دارن صحبت میکنن با یه سری از بازیکن ها خانم زهرابینیا خانم متولیای که اشتباه نکنم و دارن به این قضیه اشاره میکنن که دعوت شدن یا نشدن یه سری بازیکنها خصوصا نشدن یه سری بازیکنها به خاطر مسائل شخصیه که یه سری کمک مربیا مربیا سر مربی ها با بازیکنها دارن و الان کسانی که تو کادر فنی تیم ملی هستن تو تیم های باشگاهی هم دارن فعالیت میکنن سرمربی هستن و اینا به خاطر مسائل شخصی یه سری بازیکن رو دعوت نمیکنن سرشینی که الان تو تیم قهرمان فوتبال ایران من خودم گفتم بله. دهت قهرمانی دهت دارید ترکوندید عملکرد خط دفاعیتون هم همیشه زبان زد بوده چرا تو تیم ملی نیست؟ خب ببینین ما الان همین چیزی که خودتون گفتین الان چندین ساله که خط دفاعی ما بهترین خط دفاع لیگ میشه و قطعاً این یه چیز شانسی یا یه چیز علکی نیستش قطعا بچه ها خوبن که این اتفاق میفته و جالبش اینه که دقیقا هیچ کدوم از خط دفاعی توی تیم ملی نیستن از نظر خودم که همیشه بچه ها از من میپرسن مربی س... خب مربی کلا سلیقه ایه یعنی اینکه حالا کسی هر مربی که به من اعتقاد نداره اگه به سوء اعتقاد دارن دلیل نمیشه به منم اعتقاد داشته باشن شاید اون مربی این چیزها رو نبینه که بگه خب این خ... بهترین خط دفاع شده شاید از نظر اون مربی این چیزا علکی باشه ولی من این چیزها رو شنیده بودم از بچه ها که قول باشگاهی میگیرن میگن که اگه تو باشگاهی ما باشین تو تیم ملی هم هستین و من خودم تا به حال همچین پیشنهادایی بهم نشده هیچی دلیل دعوت نشدنم هم نمیدونم چون بودم نه نو حالا نوجوانان جوانان, جوانان بزرگسال تا یه مقطعی بودم و اینکه از یه تایمی به بعد که نبودم فکر می‌کنم بلاروس که رفتیم تایم خام ایران دوست سرمربی بودن اونجا ربات دادم و آسیب دیدم از اون به بعد دعوت نشدم و من می‌ذارم پای اینکه مربی سلیقه‌ایه و به سلیقه‌شون احترام میذارم خب از تو پرسیدیم گفتی نیمار یه جوری الگوی فوتبالیت به حساب میاد در بله. مستطیل سبز از سوها و سرشین بپرسم سوها تو الگود کیه؟ میسی میسی؟ مگه دفاع نیست؟ نه کلا بازیکن مورد علاقه ال... من نه, نه خب ولی به عنوان هم بخوای بگی این که اینکه مسی رو به عنوان الگوت میدونی خیلی اتفاق خوبیه خیلی اصلا خیلی اتفاق خوبیه خب از دفاع بخوام بگم راموس خیلی دفاع قدریه مسی <applause> ولی رفیقه شدم آره, آره بعدا آره. خب هم تیمی شدم با هم آره. ولی خب تو دوران بازیگری آره. رو بارسا خیلی 90 درصد زخم و زیلایی که مسی وارد میشه از طرف خب خیلی دفاع خشنیه تو هم خشنی نه خیلی نه ولی خب کلا سب که بازیشو دوست دارم میگه راموس آره بعد اینکه بین این خطوط مختلف در خط دفاعی دفاع چپ راست وسط کدوم بیشتر دوست داری بازی کنی من راست الگوت قبلا که حالا راموس تو اوج بود راموس در حال حاضر فندایک فندایک بله فوتبالیست خفنی هستش و اینکه بازیاشون رو رصد میکنید بچه اولگو حالا جدی ازشون دارید حالا راموس که الان دیگه خیلی کمتر بازی میکنه ولی میخوام بدونم این اولگو برداریه جدی یا بله. خب ما چون فوتبال دوست داریم فوتبال هم خیلی نگاه میکنیم دیگه مثلا بازی های لیورپول سیتی اینا رو واقعا میبینیم و دقیقا الگوبرداری هم میکنیم یعنی الان بازیکن شما قشنگ میشه برداری میکنید هیچ هیچ کدوم عملی نمیشه فقط تئوری میمونه من خب خیلی طرفدار تیم خاصی نیستم من میبینم بازی ها رو ولی خب بازی سیتی رو دوست دارم با بچه ها هر وقت فوتبال ببینیم همه با هم میبینیم یعنی اصلا مشخص خیلی هم دقیق میبینید وقت نمی کنیم واقعا خیلی شما بگو طرفدار کجای دیگه من بارسا ببین خیلی به نظرم الان بارسلونا میتونه واسه تو الهام بخش باشه کلی بازیکن 16 17 ساله داره آره جوون بازی میکنن سو تو فوتبال ایران متاسفانه خیلی کم به جوونا بازی میدن و اگر هم هستن بیشتر دکوریان و یه بازیکن 16 17 ساله فکر میکنه که خیلی زمان داره برای اینکه بخواد خودشونشون نشون بده اما الان تو فوتبال روز دنیا بازیکن 16 ساله داره بازی میکنه ستاره تیمش هم هست آره خب تو تو همین چند وقت پیشه یعنی همش بچه ها بهم میگفتن که بیا بهم میگفتن من و هنوز 16 سالمه خیلی وقت دارم شاید فرمان ولی خب هر کدومشون یعنی مامانم بیشتر با هم صحبت میکنه میگه فکر کنیم مثلا 16 سال سنیه که تو خیلی وقت داشته باشی همین حرف شما رو میزد میگفت لیگای حالا اروپا یا هر جای دنیا الان از 16 17 سالگی دیگه شروع که نه دیگه تموم میکنن دیگه یعنی این جایگاه خودشون رو آره. به دست میارن و تمام میکنن ولی آره ولی خب خو... این بارسا کلا خیلی واسه من عجیبه چون که کلی ستاره داره و ستاره بیشتر از همین سنن حالا فریزن باخت ولی اشکال نداره کلا که پیش میاد آره ولی الان مثلا تو میتونی بازی کووارسی رو خیلی زیاد نگاه کنی همسن سال, سال خودت هم هست دفاع درست خیلی خوب بچه دمتون گرم خیلی لطف اومدید میدونم پای پرواز هم هستید الان سریع باید برسید فرودگاه ولی دوست داشتیم که شما رو داشته باشیم کنار خودمون از تیمتون بیشتر بگید با روحیه فوق مردم آشنا بشن بدونن که چقدر مصممید برای اینکه برید بتره کنید در تایلند ان که خاطرات خوب بوتان در تایلند هم تکرار شه میدونیم کارتون ایشاله. خیلی سخت داره حریفاتون چقدرترن ولی شماها با ذهنیت قوی میتونید کار بزرگی رو انجام بدید سوال آخرم هم از همتون. یعنی چیزی که میخوام راجبش صحبت کنید مجددا ملیکا هست میدونم هر ستاتون باش خیلی رفیق بودید پست سوها رو راجع ملیکا من دیدم و اینکه همیشه میگفت من آرومم تو میگفتی من مثل تو نمیتونم آروم و صبور باشم سرشین همینطور مونا خانم همینطور برای ملیکا صحبت کنید چون میدونم مادرش هم خیلی ویژه رصد میکنه همه اتفاقات فوتبال زنان ایران رو به یاد ملیکا خب اول اینکه جای خالیش واقعا توی تیم ما حس میشه یعنی اتفاقا الان داشتیم راجع به رودری حرف میزنیم می‌خواستم بگم که توی ایران فکر می‌کنم که تنها بازیکنی که سبک بازیش مثل رودی بود تقریبا ملیکا بود و بسیار بازیکن خوبی بود از لحاظ شخصیت بی‌نظیر بود من همیشه بهش میگفتم که بچه با شخصیت و اینکه قطعا هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم میلی رو نبودش هر لحظه ما حسش میکنیم نبودش رو و اینکه جاش خالیه خیلی و فکر کنم خیلی به اتحاد شما کمک کرد اتفاقی که یه جورایی دیگه به یه سبک دیگه واسه پرسپولیس چند سال پیش حادی نوروزی رقم زد متاسفانه اتفاق تلخیه که با رفتن یک نفر بخوایم بگیم اتحاد یک تیم بیشتر شد ولی خب از برکت اون آدم است بله خب که حتی رفتنش و نبودنش هم میتونه به شما کمک کنه ملیکا کرد. زمانی که اومد توی تیم ما همون اول فصل پارسال خب خیلی حرف میزدیم با هم راجع فوتبال و اینا خیلی دوست داشت قهرمان بشیم میگفت من اصلا امسال خیلی عجیب و غریب دوست دارم که قهرمان بشیم و واقعا هم قلبا دوست داشت یعنی وقتی همینجوری یکم عذیت می گفتیم خوب خانم رو اذیت میکردیم میگفتیم خب خانم سیجان دیگه امسال قهرمانه ملیکا تنها کسی بود که بهش بر میخورد و حتی شوخی ما رو میگفت اصلا شوخیش هم قشنگ نیست و اینا و دوست داشت قهرمان بشه به خاطر همین ما تایمی که این اتفاق افتاد و ملیکا رو از دست دادیم هم قسم شدیم که این قهرمانی رو بیاریم و تقدیم روحش کنیم و سوا تو هم دوست دارم صحبت کنی تو هم یه مادری داری که اسطوره صبر واسه همه ماها و خود من خیلی ازش الهام گرفتم آدمی که از ماجرای بم تا اتفاقاتی که در زندگی شخصیش رخ داد برادرش و برادر خودت از دست رفتن و میدونم که ملیکام خیلی رفیق بودی دیدم اشکی شدی به قول خودتون ولی دوست دارم ملیکا وار تمومش کنی ملیکا محمدی که ماها شناختیم یه آدم خیلی قوی یه آدم خیلی صبور مثبت تماما انرژی مثبت بود و به خاطر همین آخرین نفر از خودت میپرسم میخوام بشی ملیکا محمدی و تموم کنی راجوی ملیکا من واقعا یه انسان همه چیز تموم میدونم امریکا رو و واقعا واقعا این آدم بی نقص ترین آدمی بود که من دیده بودم و از اون موقعی که امریکا نیست من حتی یک لحظه هم احساس نمی کنم که ندارمش یعنی همش تو رخکن این عشق شدن ندارم به خاطر احساساتی بودن زیادم این بچه هم هر دفعه که میریم تو رخکن من پیراهن امریکا رو میبینم همین جوری میشم این واسه اینه که من فقط حسرت اینو دارم که این روزای خوب با ما نمیگذرونه یعنی چیز حسرت دیگه جز ای جزی ندارم چون آمریکا سالی که پیش ما بود بهترین چیزها رو با ما تجربه کرد فقط حسرت اینو دارم که دیگه کنارمون نیست و این روزایی که خوبی که ما میگذرونیم ما با ما نمیگذرونه همین ولی قطعا شما رو میبینه و از موفقیتاتون کیف میکنه و حالشون میبره بچه دمتون گرم خیلی زیاد و مردم دعا کنید برای بچه ها ان میرم میترکونن در اولین دوره لیگ قهرمانان آسیای زنان شاهد درخشش این بچه ها خواهید بود در تیم جذاب خاتون بم دمتون گرم که ما رو تماشا کردید خدا نگهدار